تا سال 96 دیما. من الان اگه کنار شما نباشم نمیتونم راحت توی خیابون راه برم بدون استراب، بدون اینکه هر پلیسی که از کنارم رد میشه من احساس کنم که قراره به هم گیر بده، قراره پدرمو در بیاره. الان ما از در مترو اومدیم بیرون، از ما عکس میگیره با پرخاش، به ما میگه این زنه دست منو گرفته، میگه خانم حجابتو رعایت کن. من بیشتر جری میشم که اینو این لچکو نندازم. ایران اگه امر به معروف و نهی از منکر داری میکنی، اگه کاری خانم اشتباهه تو باید بستر کن. آقا حالا نصیحت میکنم، آقا بچت مهربون، آیا احتمال داره یه روزی با این نصیحت و شانسم با حجاب بشی؟ اصلا به هیچ وجه. حاج آقا با حرف زدن میتونه شما رو معجب کنه؟ نه. چی کار کنه معجب شی؟ هیچ کاری. عقیدم عوض نمیشه. اصلا اشتباه نگاه کنید. من هیچ وقت این لچک رو مخصوصا با زور سرم نمی کنم. چه بدون زور چه با زور. حالا خب واسه چی انداختین داره گردن؟ جدی سوال اصلا. همکاراتون دم مترو مثل همکار ما چرا؟ آقا من یه سوال میشه بپرسم؟ بله. چرا نمیرید؟ شما فکر میکنین کی میره؟ شما تهش نه ببینید، خواهم بگم کسی که اومده میره، کسی که هست که نمیره. که کل جمهوری اسلامی رو دارن میگن که این قضیه تموم بشه، کل سیستم یه سه نفر دیگه دقیقاً از هم بپاشه، یه عده دیگه بیان مدیریت کنن، شاید قضیه درست و شاید که قطعا درست میشه. هر از این هست از این واقعا از این بحث دیگه کاری بهتره. یه چیزی بگم، من میگم روحانی، اصلا روحانیون، آره به روحانیون بمونن، چون هستن، کشور کشور اسلامیه، بمونن کشوری که دینش اسلامه. ولی